دلخوشی یعنی خدا را داشتن، در بهشت لطف او جا داشتن، بین سینه حب مولا داشتن، مادری مانند زهرا داشتن. دلخوشی یعنی دو دنیا مال ماست، روز محشر فاطمه دنبال ماست. بندگی یعنی عبادات شبش، بندگی یعنی عبادات شبش، ذکر تسبیحات بر روی لبش، سجده های غرق نور زینبش، آن حجابی که رسید از مکتبش. بندگی یعنی حجاب فاطمه، بندگی یعنی حجاب فاطمه، سجده های ناب ناب فاطمه، عشق یعنی خنده های فاطمه، پر گرفتن در هوای فاطمه، نوکری کردن برای فاطمه، با امید یک دعای فاطمه، با امید یک دعای فاطمه. سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، بینندگان برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی، از شهر مقدس نجف اشرف، جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشین. تسلیت عرض میکنیم ایام عزاداری و سوگواری دخت نبوت، همسر ولایت و مادر امامت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را اولا به پیشگاه یگان منجی عالم امکان، گل سرسبد عالم خلقت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ثانیا به خدمت یکایک شما بینندگان نهایت عزیز و ارادتمند به زهرای مرضیه سلام الله علیها. در این ایام از فرصت استفاده کرده دعا بکنیم برای تعجیل در امر فرج، که انشاءالله به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها ظهور امام زمان ما انشاءالله معجل بیان. با احترام با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مطهری هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید به برنامه امشب ما. علیکم السلام و رحمت الله. منم علی سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم، همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمی، ایام شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، محضر نبی مکرم اسلام و اهل بیت مطهر ایشان و همه مؤمنین و شیعیان و دوستداران آن حضرت. از خداوند میخواهم به آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها و همه ما، همه مؤمنین توفیق اصلاح، تهذیب نفس، تزکیه اخلاق عنایت کند و همچنین الطافش را، توجهاتش را، عنایاتش را شامل همه ما بنماید. در خدمت شما هست. اللهم آمین. تشکر میکنم از شما جناب استاد. بینندگان عزیز، قبل از اینکه ما وارد برنامه امشب بشیم که موضوع برنامه ما همچنان شرح و تفسیر دعای کمیل هست، یک نکته رو یادآوری بکنم که بینندگان عزیز، پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری شماره مثبت 964-780-255-413 هست. عزیزان میتونن از طریق برنامه واتساپ پیام هایشان را ارسال بکنن و نظرات و پیشنهاداتشان و همینطور سوالات شرعی و اعتقادیشان میتونن بپرسن و کارشناسان ما انشاءالله با افتخار در خدمتشان خواهد بود. و همینطور قسمت های گذشته که از برنامه شرح و تفسیر دعای کمیل در خدمت جناب استاد بودیم، بینندگان عزیز و علاقمندان میتونن که از طریق برنامه های اجتماعی در فضای مجازی میتونن که بیننده باشن انشاءالله، و همینطور خود برنامه های به وقت بیداری را میتونن از طریق شبکه های اجتماعی هم بیننده باشن. جناب استاد، بپردازیم به ادامه موضوعاتی که در هفته های قبل در شرح و تفسیر دعای کمیل بیان شد. رسیدیم به فرازی از دعای کمیل که مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید: واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزله منک و اخصهم زلفه لدیک فانه لا ينال ذلك الا بفضلک و جدلی بجودک و اعطف علی بمجدک و احفظنی برحمتک. در مورد این فراز توضیحات رو اینات فرمایید جناب استاد که باز بریم وارد مطالبی بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین. حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه در این فرازهای اخیر که دعای کمیل رو به تمام شدن، لحن حضرت، سبک دعای حضرت، نحوه تضرع حضرت با پروردگار عالم مقدار متفاوت تر از ابتدای دعا و وسط دعاست. اینجا ما ظاهرا در جلسه قبل عرض کردیم حضرت نگران اینه که مبادا دعایش مستجاب نشده باشد. بله. لذا اصرار دارد حضرت با کلمات مختلف، و در واقع وقت صدر دعا و این فرازهایی که ذیل دعاست نگاه بکنیم، خواسته حضرت یک چیزه و آن رسیدن به مقام قرب، عزیز شدن نزد پروردگار عالم. در اول دعا حضرت فرمود که بعد از تقدیس پروردگار عالم در واقع و استغفار، فرمود خدای من با ذکر تو به تو نزدیک می شوم و به سوی تو تقرب می جویم. بله. بعد در این فراز ها می خواست حضرت دعا می کند پروردگارا اللهم من ارادنی به سوء فعلت و من کادنی فکرت و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندی، خدای من از بندگان خوبت بله نزد خودت قرار بده، اونه که نزد تو محبوبن و اقربهم منزلت منک، در بین بندگان خوبت مرا از مقربین قرار بده. و اخصهم زلفتا لدیک، در بین مقربینم که قرار میگرم خدای مرا از خاصانش قرار بده، جایگاه مرا مخصوص بدار. و اقربهم منزلت منک و اخصهم زلفتا لدیک. بعد میفرماید فانه لا ينال ذلك الا بفضلك، هیچ کس به این جایگاه نمیتواند برسد، به این نعمت نمیتواند دست پیدا بکنه مگر به فضل تو، به بزرگواری تو، به لطف عنایتت. بعد حضرت میفرماید که وجود لی بجودک، کرم کن بر من، جود کن بر من به جود و کرم خودت. و عطف علی بمجدک، توجه کن به من، توجه و عطف این توجه کن، مجدن بزرگواری کردن، به بزرگواری خودت به من توجه کن. یعنی این کلمات، ببین ما گاهی فقط دعای کمیل میخوانیم، اما این که خدا توفیق بده به انسان و انسانم کمی دقت کنه، آداب دعا و مناجات رو رعایت کنه، حضرت با چه ناله های، با چه گریه های، با چه حضور قلبی، با چه عشقی، با چه ولعی، این کلمات را حضرت ادا میکند و اصرار میکند خدایا آمدم دستم رو بگیر، مرا برسان به اون جایی که بندت باید برسه. و احفظنی برحمتک، خدایا مرا به رحمت خودت حفظ کن، تو به رحمتت قسمت میدم من حفظ کن. بله. حفظ از تمام امور، تمام مشکلات. در واقع حضرت به ما یاد میده که اینجوری دعا کنید، اینطوری از خدا بخواهید، بخواهید شما را از مشکلات، از گناه، از معاصی، از همه چی شما را به رحمت خودش حفظ کنه، رحمتش را در تمام امور شامل حال شما کنه، امنیت شما، اقتصاد شما، آبروی شما، برکت در وقت شما، برکت در تمام زندگی شما. وجعل لسانی بذکرک لهجا، باز اصرار میکنه خدای زبانم را با ذکرت گویا گردان. و قلبی بحبک متیما، و قلبم را با حب بیتاب محبت خودت کن در واقع. یعنی طور محبتت با من عنایت کن که قلبم بیتاب و شیدا و واله و عاشق تو باشه. و من علی بحسن اجابتک، خدایا بر من منت بگذار، اینهایی که خواستم از تو به خوبی اینها رو به من اجابت کن، حاجت مرا برآورده کن. و من علی بحسن اجابتک، و به لطف و کرمت به بهترین وجه منت بگذار بر من، اینها رو برای من اجابت کن، حاجت مرا بده. و اقلنی عثرتی، خدای لغزش هایم را از لغزش هایم در گذر. بله. از خطاهایم در گذر. واغفر زلتی، و خطاهایم را، لغزش هایم را ببخش، خطا کردم ببخش، لغزش هایم را در گذر، خطاهایم را ببخش. فانک قضیت علی عبادک بعبادتک، خدای تو خودت بندگانت را به عبادت امر کردی. آیات متعدد قرآن،
احادیث قدسی و روای خدا امر کرده بندگانش را که من عبادت کنید. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. یا مثلا فاعبدوا الله یا واعبدوا الله، آیات مختلف قرآن. خدای تو ما را دعوت به عبادت کردی و امر به عبادت کردی و امرتهم بدعائك. خدای تو بندگانت را عبادت را مأمور که دعا کنید، دعا کنید، آیات متعدد قرآن دعا کنید. و ضمنت لهم الاجابه، گفتی من اجابت میکنم، ادعونی استجب لكم، وعده اجابت داده پروردگار. لذا حضرت امین صلوات الله علیه در این فرازها اصرار دارد مبادا دعای کمیل، مناجات و این در این مقام گفتگویی که با پروردگار عالم هستم مبادا دست خالی برگردم. لذا با تعابیر مختلف خدا را قسم میده، فبعزتک، خدای تو رو به عزت خودت قسم میدم، به رحمت خودت قسم میدم، به قداست و بزرگواری و پاکیت قسمت میدم. حاجت علی رو بده، دست علی رو بگیر، نعمتهایت رو بر علی ارزانی دار، علی رو در اون جایی که باید برسه برسان. سلام الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. خب ما یاد میده که این نیازهای ما خیلی زیاده. شما از اول دعا تا اینجا که میرسی تا آخر دعا نگاه میکنید، هم مغم حضرت یک جلب رضای پروردگار عالمه، دو رسیدن به مقام قربه، رسیدن به مقام قرب یا با همون مقام بندگی، همون مقامی که خداوند بندگانش رو برای بندگانش در نظر گرفته. لذا گاهی خب این وقتی انسان دقت کنه این خواسته ها ناشی از اعتقاد بسیار بالا و قویه. خیلی از انسان ها وجود داره هم مغمش دنیاست، هم مغمش ماله، هم مغمش خانه است. ای تو خدای به من خانه بده، خدای به من مثلا چیکار کنم، خدای به من مثلا فلان جا برسان. اصلا حضرت حتی اینجا علم طلب نمی کند، حتی علم طلب نمی کند اینجا حضرت در دعای کمیل. خدای من به خودت برسان. یعنی وقتی انسان به خدا برسه در واقع به اون جایگاه بالای بندگی داره، همه چی وجود داره، چون علم هم در واقع طریق الی الله. بله بله. علم وسیله است که ما را به خدا باید برسانه. بله بله. اونم روایت داریم علم نور و یقذفه الله فی قلب من یشاء. تنها این قیل و قال ظاهری نیست، بلکه علم نور است که خدا در هر قلبی که او بخواهد، او صلاح بداند، او ببیند که این قلب آمادگی داره، اون نور را به اونجا افاضه میکنه، به اونجا عنایت میکنه. تنها با تحصیل هم نیست، این دقت کنیم. خیلی اوقات انسان از بین معنا نیست که انسان درس نخونه، تلاش نکنه، باید تلاش کنه، ولی خصوصا از لازمه تلاش و در کنار تلاش باید روحیه دینداری، روحیه عبودیت و تقوا و بندگی خدا را باید چی خوب مراعات کنه، تا علم از حالت تحفظات، از حالت اطلاعات ظاهری و در واقع در قالب الفاظ بره بالاتر یا تبدیلش به حالت نورانی. علم نور و نقطه الله فی قلب میشا. لذا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که رب عالم قتله جهله، چه بسا عالمی که جهلش او رو کشته. یعنی کسی که تقوا نداشته باشه، بندگی نکنه، از اخلاقیات بی خبر باشه، اینا دیگه هر چند سوادش بالا بره به درد نمیخوره، به تعبیر دیگر او رو نجات نمیده. تشکر میکنم شما جناب استاد. بدون شک امروزه وقتی که ما در زندگی اجتماعی و در زندگی خودمان اگر رضایت پروردگار رو ملاک بدانیم، در افعال و رفتارمان سعادتمندی نصیب ما خواهد شد. انشاءالله تلاش بکنیم و از خداوند بخواهیم که چنین توفیق را به ما بده که بتونیم انشاءالله رضایت پروردگار ملاک اصلی در خواسته هایمان باشه، انشاءالله در او چیزی که میخواییم. جناب استاد در این مسئله در بیانات حضرت عالی یک گپی که بسیار روشن بود مراتب بندگی بود که در اینجا فرمودین که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که از خداوند خواسته ای دارد که همون قرب است، نزدیک شدن به اون مقام، بندگان خداوند اینجا بندگی خداوند مرتبه بندی میشه وقتی میرسه به کسایی که بندگان خاص خدا هستن، مرتبه بندگی رو بیان میفرمایید. ببینید همین کلمات حضرت امیر سلام الله علیه در واقع به ما این را می آموزد و یاد می دهد که انسان از نظر
تقربی به پروردگار عالم و رسیدن به اون مقام بندگی و از نظر کمال و فضیلت و از نظر عزت نزد پروردگار عالم جایگاهشان متفاوته. بله. لذا اول حضرت تقسیم بندی میکنه. در واقع وقتی حضرت میگه وجعل من احسن عبیدک نصیبا عندك، یعنی بنده های غیر احسن هم وجود داره اگه. بله. بنده هایی که سقوط کرده، بنده هایی که تعبیر قرآن هم هست یک دهی که گوش دارد نمیشنود، مضمون آیه قرآن، بله، عقل یا قلب دارد تفقه نمی کند، لهم قلوب لا یفقهون بها، بله، و گوش دارد نمیشنود، چشم دارد نمی بیند، یعنی از اینها برای درس و عبرت در مسیر بندگی و در مسیر تکامل استفاده نمی کند. قرآن کریم اینجا خطاب داره، می فرماید اولا کل انعام بل هم اذل، اینا مثل حیوان، پستر از حیوانات، چون حیوانات حداقل از این نعمت ها با این وضعیت که انسان برخوردار برخوردار نیست. این شعوری، این عقلی که انسان داره، این زمینه تکاملی که انسان داره حیوانات نداره. لازم میگه نه، پستر از حیواناته. یا بعضی آیت اذل و سبیلا داره. به هر حال حضرت اینجا می فرماید خدای ما رو از خوبان قرار بده، بعد در بین خوبان حسب همون اعمالشان، حسب در واقع تلاش و زحمتشان، چیه خدمت شما عرض کنم که برایشان مراتب جایگاه عزت و عظمت و بالاخره پاداش در نظر گرفته میشه. دقیقا در واقع تعبیر قرآن تعبیر تجارته. ما در چند جای از قرآن داریم خداوند کریم ما رو امر میکند، خداوند کریم ما رو امر به عبادت میکنه. بعد در آیات مختلف قرآن مسئله تجارت مطرح میشه. در سوره مبارکه صف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آیا میخواهید، آیا کسانی که ایمان آوردید، آیا میخواهید شما را به یک تجارت پرسودی راهنمایی کنم که اصولش چیه؟ یک نجات از عذاب دردناک الهی، تنجیکم من عذاب الیم. و چیکار کنیم ما؟ چون تجارت بین دو نفره، بین دو طرفه، باید متاعی باشه، ثمنی، قیمتی باشه، جنسی باشه، مثلا بهایش باشه. لذا خداوند کریم میفرماید تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، در راه خدا با جان و مالتان جهاد کنید. ایمانی به خدا و پیغمبر بیارید، یک در رأس ایمانه. بله. و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، در واقع اینجا یک شبهه هم در واقع جواب میده. ما حالا خدمت بینندگان محترم خیلی خلاصه اشاره کنیم. بعضی هم میگه خب حالا فلان کافری، فلان مثلا مسیحی، فلان یهودی، این همه خدمتی به خلق میکنه، اینها پاداش نداره، اینا باید خیلی پیش خدا عزیز باشه، اینا نه. خدا خودش جواب میده در آیات متعدد. ایمان در رأسش، تؤمنون بالله و رسوله، بعد و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. طرف اگر خدا رو قبول نکنه، پیغمبر رو قبول نکنه، به تعبیر دیگر اعتقادی به ارزش های دینی نداشته باشه، کاراش لغوه. حالا که بالاخره بعض جاهل قاصر چه جداست، ما وارد آن نمیشیم. یا بعضی هزار تا فسق و فجور انجام بده، به هیچ چیز از دین پابند نباشه، یک کاری خیرم بکنه. خداوند کریم میفرماید نه، در این مسیر من از کسی میخرم، آیه بعدی هم معنا میکنه، بله، که یک ایمانی به خدا و رسول داشته باشه، بله، بعد با جان و مالشان در راه خدا سعی کنه، تلاش کنه، جهاد کنه. خداوند که بعد میفرماید که این خیلی فوز بزرگه برای شماست. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این کنتم تعلمون. بعد این متاع را که باید بنده بده در مقام تجارت، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خدا بهایش چی میده؟ یغفر لکم ذنوبکم، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. دوم آیه بعدی مثلا میفرماید که آیه در سوره مبارکه یالا ظاهرا توبه است فکر کنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا از مؤمنین، از مؤمنین میخرد، از مؤمن، از هر کس قابل قبول نیست. یعنی پاداش چه زحمات دیگران، زحمات غیر مؤمن پیش خدا اجر نداره. خدا صریح میفرماید خدا از مؤمنین میخرد و باهایش هم بهشت خداست. حالا پس همونطور که ما از نظر ظاهر وقتی میریم بازار، هر کس به میزان تلاش و سعیش بالاخره اقتصادش متفاوته، متفاوته، بله، امورات معنوی اقتصاد معنوی ماست، چون خداوند کریم
سلیح میفرمایی که تجارت دیگه، تجارت ایمان بیارین، کار کنین، زحمت بکشید، فاستبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرت من ربکم و سارعوا الی مغفرت من ربکم، اینها را انجام بدین، حسب همین خداوند به شما بهایش رو میده، قیمتش رو میده. اقتصاد معنوی ما حسب همین تلاش ما بالا میره، دقیقا مثل دنیا، مثل امورات دنیوی که ما در دنیا چطور کار میکنیم، زحمت میکشیم، تجارت میکنیم، بیخوابی میکشیم، به همون میزان نتیجه میگیریم. درست. اگه مشکلات رو پیش نه. ولی بحث آخرت قطعیه و در امور دنیا چه بسا انسان نمیرسه، گاهی تلاش میکنه، زحمت میکشه، ولی به اون مراتب دست پیدا نمیکنه. بله. اما در بحث آخرت قطعیه، چون خداوند کریم وعده میده. در آیات متعدد خداوند کریم میفرماید ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، یا مثلا خداوند ضایع نمیکنه اجر عاملی که عمل میکنه. در مضمون آیات اینه که اگر انجام بده حتما اقتصاد شما رشد میکنه، ولی در دنیا قطعی نیست. معمولا اینطوریه، انسان کار کنه، زحمت بکشه، تلاش بکنه، معمولا چیزی گیرش میایه، ولی در امور معنوی قطعیه، در امور عبادی قطعیه. لذا آیات متعدد قرآن میفرماید هر چی که شما بفرستید کار خیر انجام بدید، تجدوه عند الله، او رو نزد خدا میبینید. وقتی بمیری، وقتی روز قیامت میشه، قبر میشه، برزخ میشه، هر کاری خیری که انجام دادی پیش خدا مجسم آماده است. لذا است که مراتب بندگی همینه، به همون میزانی که خدا بهت بها میده، جایگاه اقتصاد معنویت، این همون رسیدن به مقام تقرب، برای همون غایت و هدفی که خلق شدید، به همون میزان نزد خدا عزت پیدا میکنید. لذا است که بندگی مراتب مختلفی داره، یا مراحل تشکیکیه، مرتبه مرتبه. نه. ایمان همه مثل ایمان حضرت امیر نیست. نه. یکی ده سلمان فارسی من اهل البیت میشه، یکی ده مثلا ابوذر میشه، یکی ده کمیل میشه. لذا ظاهرا از حضرت امیر سلام الله علیه یاز یک از ائمه معصومین دیگره فرماید اگر ابوذر بدانه که در قلب سلمان چی میگذره، بله، سلمان رو گردنش میبره. چرا؟ چون سلمان چیزهایی میداند که فوق درک ابوذره. ایمانی که سلمان داره ابوذر، ولی ابوذر هم که بوده خدا میدانه، از اصحاب خاص پیغمبر. بله بله. از اصحاب خاص امیرالمؤمنین صلی الله علیه. ما از خدا بخوایم و به حق امیرالمؤمنین با آبروی ابوالحسن سید الوسین به ما توفیق بدن، چند سباه که در دنیا نفس میکشیم، بتانیم دستمون رو به جای برسانی انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب استاد. بله بینندگان عزیز، همونطوری که مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام خداوند را به فضل و به او رحمت و به او رحیم بودنش، به او صفات شایسته پروردگار قسم میده و از خداوند خواهان این هست که اول رضایت خداوند و مقام قرب خداوند هست، ما هم از خداوند چنین بخوایم انشاءالله. و همیشه خداوند را تلاش بکنیم که به حق خود همین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که یک رحمت و نعمت بسیار بزرگی است برای انسان‌های روی زمین، یک وسیله بسیار بزرگی است برای رسیدن به اون مقام قرب، که کافیه که در زندگی ایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام جا داشته باشه و ائمه معصومین. او زمانی است که خود به خود پله‌های رسیدن به خداوند و رسیدن به اون مقام قرب چیده میشه. انشاءالله از خداوند بخوایم که چنین توفیق را نصیب همه ما شما بکنم. بینندگان عزیز، یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، انشاءالله بعد از میان برنامه باز هم در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه همین موضوع. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته
وكل خطيئة أخطأتها تشغد بشمارك اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. ببین چه جوری اومدم خدا، اللهم اینی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع أم تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. بلن بقو لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد داریم خدمت یکایک شما بینندگان برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدواریم که همچنان صحتمند باشید و از اینی که حوصله مندی به خرج دادین و بیننده برنامه ما هستین جهان سپاس از یکایک شما عزیزان رو داریم. بینندگان عزیز یادآوری میکنم که شماره مثبت 964-780-255-413 که زیرنویس تلویزیون میشه پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری هست که بینندگان عزیز میتونن سوالای فقهی و اعتقادیشان را از این طریق بپرسن و کارشناسان ما با افتخار انشاءالله پاسخگو خواهد بود. و همینطور عزیزانی که در پخش زنده فرصت ندارن میتونن که از طریق برنامه فیسبوک و اینستاگرام و همینطور شبکه های اجتماعی یوتیوب و آپارات میتونن تمامی برنامه های به وقت بیداری و همینطور نورالهدا و برنامه های شبکه جهانی هادی تیوی رو میتونن از اونجا بیننده باشن انشالله در فرصت هایی که برایشون مقدر هستن. و همینطور مجدد خوش آمد بگیم به جناب استاد با ادامه این موضوع. جناب استاد، امیر مؤمنان علی علیه السلام در فراز قبلی که جنابتان توضیح دادین خداوند را به فضل و مرحمتی که نسبت به بندگانش داره قسم میده که خدای با اون فضل و کرم و بزرگواری خودت
چنین مقام را نصیب ما بکن. و از این برم بدون شک زندگی ما همیشه فضل و خود زندگی فضل پروردگار هست که اگر رحمت پروردگار شامل حال ما نشوه معلوم نیست چه اتفاقات میفته. مراد امیرالمؤمنین از کدام فضل هست؟ یعنی امیر مؤمنان از کدام فضل مرحمت صحبت میکنه اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اینکه زندگی انسانها در واقع وابسته است، وابسته یعنی خداوند سره میفرماید که مردم محتاجن، آیه است در قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، آی مردم شما همه به سوی خدا محتاجید و خداوند غنی و بی‌نیازه. و همچنین در دعای کمیل، در دعای در تعقیب نماز عصر و در بعض ادعیه دیگه ما میخوانیم در مناجات حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد کوفه، اله انت القوی و انا الضعیف الی آخر، دلالت بر این میکنه که انسان در برای هم آغاز زندگیش و هم ادامه زندگیش وابسته به غیر خودش هست، وابسته به خداست که در حقیقت خودش مالک هیچ چی نیست، اختیاری هیچ چی خودش در واقع نداره، نه بالاخره نفع و ضررش دست خودش هست در واقع، همونطور که در تعقیب نماز عصر میخوانیم و همچنین حیات و مماتش دست کسی دیگه است. بله. وجودش اصلا دست کسی دیگه است، خلقتش دست کسی دیگه است، او خالق هستی است که ما را خلق کرده و زندگی ما را اداره میکند. لذاست که ما در دعای کمیل به این حقیقت در واقع میرسیم و حضرت تصریح میکنه و همچنین در بعض ادعیه دیگر، و خداوند به لطفش، به فضلش، به کرمش در واقع نعمتهایش را یا به تعبیر دیگر بر ما عرضه میکنه یا اسباب ادامه زندگی ما را او رو براه میکنه. لذاست که ما هر چه داریم از فضل پروردگار عالم. بله. شما در زندگیتان تصور کنید، مؤمن ببینن در زندگیشان تصور کنن، انسان نعمتهای خدا را به شما را عجیب خیلی، اگر خدا با عدلش بخواهد با ما معامله کند، ما حتی مستحق یک نعمت صحت نیستیم. بله. در حالی که جسم ما یک کشوری که پر از نعمات و پر از در واقع داشته هایی است که خدا به ما عنایت کرده. شما نعمت چشم در نظر بگیرید، یک لحظه چشمان ببندیم بریم داخل کوچه چیکار میشه ما نمیدانیم. گاهی یک لحظه انسان پا نداشته باشه، دست نداشته باشه، مریضی هایی که امروز میبینید، انسان های مختلف. بله بله. با انسان هایی هستن که نیازمند زندگی میکنه. بله. توجه دارین؟ و خود چه عقلی به ما داده و ما حس لذت بردن از بسیار نعمت هایش رو عنایت کرده. بله. انسان شما تصور کنید طعم غذا رو نفهمه، بوی اشیا رو مثلا نفهمه، اینا هر ما به بعض نعمت ها توجه نمی کنیم، توجه نداریم. یا مثلا قرآن سلیم می فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودتون بصیرت به خرج نمی دید، تعقل نمی کنید. بله بله. اینا همه از فضل پروردگار عالم، علاوه بر این که در وجود ماست اشیایی خارج از ماست و برای ما خلق شده در اطراف ما. شما بین حالا بخواییم خواستر صحبت کنیم، مؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، خب خدا چه فضلی، چه عنایتی، چه لطف شاملی ما حال ما کرده که ما را در نسل شیعیان ابوالحسن قرار داده، ما را در نسل محبین امام حسین قرار داده و محبت اینها را به ما عنایت کرده. این فضل نمیشه با هیچ چیزی مقایسه کرد. و شیرینی این ایمان یا شیرینی محبت و ولایت اهل بیت را اهلش میدانه، نه گفتنیه، نه خواندنیه، نه شنیدنیه. بله. و دیگران حتی بر قلبش خطور نخواهد کرد و ذره‌ای نخواهد فهمید. ما چی نعمتی داریم؟ اون پیرمرد پیرزنی که از اقصا نقاط عالم بلند میشه، آرزوش اینه یک بار چشمش به گنبد و بارگاه سید الشهدا بیفته، به گنبد و بارگاه علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، امام رضا سلام الله علیه. ببین این نعمت چی نعمتیه؟ کسانی خب اگه بخوایم توضیح بدیم بحث میریم بیرون. بله. ولی مراد اینه که یک از نمونه های فضل پروردگار عالم،
شما هر چه تصور کنیم، آب و هوا و غذا و امکانات و حیاتی که به ما داده پروردگار، اینا همه فضل پروردگار هم. بله. ولی بعضی نعمتها رو خداوند صریحا میفرماید فضل منه. یکی بعثت انبیا را در سوره های مختلف و خصوصا در سوره مبارکه جمعه، بله، که خداوند کریم در دومین آیه سوره مبارکه جمعه میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خود آمدن انبیا را، این که انبیا حکمت تعلیم میدهد، دیگران را علم یاد میدهد، تزکیه میکند بشر را. بله. بعد آیه بعدی میفرماید که و آخرین منهم لما یلحق بهم و هو العزیز و الحکیم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. خدا این فضل را به همه نمیده، این بزرگواری و عنایتش را شامل حال هر کس نمیکنه. بله. یک از فضلهای پروردگار عالم، از عنایات پروردگار عالم، از لطف و کرمش همین وجود انبیاست، وجود ائمه معصومین، وجود قرآنه. و در جای دیگر خداوند کریم میفرماید دفع یک انسان فاسد، یک دشمن را به واسطه دیگری، اینم از فضل پروردگار عالمه. در سوره مبارکه بقره آخرین صفحه جزء دو، شاید آیه حالا ظاهرا 250 میشه، چند میشه؟ 251. اونجا قصه داوود و جالوت را، بله، تالوت و جالوت مطرح، داوود و تالوت ظاهرا، فلما فصل تالوت بالجنود، تالوت، بله، که بعد با جالوت در میفته، اینا که وقت اونجا مطرح میشه. آخر آیه خداوند کریم میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خداوند مردم را بعضشان توسط بعضی دیگر دفع نکنه لفسدت الارض، ارض ما هم عالم فاسد میشه. بعد میفرماید این از فضل پروردگار عالم، ولولا فضل الله علیه، این از فضل پروردگار عالمه که خداوند گاهی بعضی مثلا مشکلاتی که به وجود میاد، بعضی مفسدین رو توسط بعضی دیگه از بین میبره. بله. لذا مثلا اگر قیام سید الشهدا صلوات الله علیه نبودی، خط ایمان نابود شده. بله. خداوند لطف میکنه، فضلش را شامل حال ما میکنه به واسطه حرکت سید الشهدا، شر یزید به خودش برمیگرده. انبیای الهی، ائمه معصوم، این بزرگان دین. و در عصر امروز هم میبینیم بسیار از مشکلات توسط یک عده دفع میشه و از بین میره. پس اینجا هم حضرت امین میفرماید رسیدن به نعمت ها به اون ارزش های بالا مراد، رسیدن به مقام قرب، رسیدن به اون مقامی که بندگان احسن قرار داره، بندگان مقرب خدا قرار داره، خدای این جز با فضل تو نمیشه. فانه لا ينال ذلك الا بفضلك، تو به فضل، یعنی ما مستحق این نیستیم که طلب بکنیم به تعبیر دیگر، یعنی جایگاه حد خدای ما کار کردیم، زحمت کشیدیم، بندگی کردیم، پس این حاجت ما رو اینطوری بده، طلب کارانه به تعبیر دیگر. خدای عبادت ما در قبال نعمت ها صفره، واقعا اینطور ما نگاه کنیم امروز. بله. ما تو عمرمون سر به سجده بگذاریم یک شکر نعمت چشم گوش نمیتونیم ادا کنیم، شکر نعمت هایی که خدا به ما داده، امنیتی که گاهی خوب شامل حال مؤمن میشه. بله. مثلا الی آخر، ما شکر احدی از اینها رو نمیتونیم ادا بکنیم. ولی زام حضرت امین میفرماید که خدای منم توقعی ندارم که به من اجر بده، میفرماید به فضلت به من عنایت کن، به بزرگوار تو کریمی، رحمت تو وسیعه، فضل تو وسیعه، فضل از من عنایت کن. و عبادت خود به روح خدا نمیکشه که به خاطر عبادت ما مثلا بیای کارو بکنه. گاهی برای انسان حالاتی دست میده، برای بعضی حالاتی دست میده، چم صبح نماز خوانده، بابا کی دعا میکنه که یک نمازی با حضور قلب 100% درست خوانده، در حالی که از نماز همون قد قبول میشه که با حضور قلب باشه. بله. انظار گاهی بالاخره یک چند روز روزه گرفته، هست انسان های ادعا دارن. بله بله. که حالا ما بندگی کردیم، خدا به ما توجه نداره، شبیه این چیزا، با اینکه نه، خب اسرار عالم رو و اینکه خدا چه چیزایی در نظر گرفته خب انسان نمیدونه. اما حضرت امیر به ما یاد میده که عبادت ما، تلاش ما در مقابل نعمت‌های خدا هیچ چه صفره. بله. هر چی می‌خواهید از خدا با فضلش می‌خواهید. و امام سجاد سلام الله علیه هست در دعای ابو حمزه سمالی و در ادعیه دیگر هم داریم که دعا می‌کند اللهم عاملنا بفضلک، خدای با فضلت با من معامله کن، یعنی من مستحق بهشت و نعمت‌های بهشت اون رو نیستم. بله. تو به فضلت با من معامله کن تا بالاخره مقصر نشم، مقصر حساب نشم. ولا تعامل نابعد. بله. لذا داشته های ما هم از فضل پروردگار عالم، و هیچ وقت نباید انسان اعتماد کنه بر چی؟
بر عبادتش، بر زحماتش. لذا از خیلی از بزرگان نقل شدن، از بزرگانی از مراجع افراد مثل علامه جعفری، مثل بعض بزرگواران دیگر میگفتن که سالها درس گفتیم، تدریس کردیم، تحقیق کردیم، درس خواندیم، به وقت مردن نزدیکای مرگشان میشدن یا گاهی در بین خواص از یاران خود میگفتن ما به هیچ کدام اینا امیدوار نیستیم، دلگر نیستیم، تنها چیزی که ما نجات میده سید الشهدا است. سید الشهدا مجالس امام حسین ما را نجات میده، اینم از فضل پروردگار عالمی که شامل حال ما شده. همیشه تلاش بکنیم که دست به دامن ائمه معصومین شویم که خود اینها همونطور که عرض کردم فضل پروردگار و نعمت بسیار بزرگی است که انشالله سبب نجات و سعادتمندی ما شود انشالله. در فراز دیگری حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید که واجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما. جناب استاد در اینجا بحث ذکر و محبت مطرح می شه، درباره این فراز لطف کنید توضیحات رو. راجع به بحث ذکر ما همونطور که مستحضر هستید مفصل در جلسات مختلف به مناسبت تکرار این مسئله بله. ما خدمت بینندگان محترم بودیم. حالا خلاصه بازم عرض کنیم این اهمیت موضوع رو میرسانه بله. حضرت اصرار میکنه که خدایا زبانم رو به ذکرت گویا گردان. عرض شد که ذکر مراحلی دار بله. ذکر بالاخره ذکر زبانی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر عملی داریم که ما اینها را خدمت بینندگان محترم توضیح داریم. ولی از باب اهمیت موضوع حضرت دوباره از خدا میخواهد خدایا زبانم را به ذکرت گویا گردان، چون زبان موجود بسیار عجیبیه، بسیار از گناهان با زبان اجرا میشه و زبان اگر یا و گو باشه، یله باشه، رها باشه، مهار نداشته باشه، انسان را هلاک میکنه. دروغ گفتن و مثلا اهانت به مؤمنین و الی آخر. لذا در حدیثی داریم از حضرت امین سلام الله علیه، حضرت میفرماید که وقتی دیدی مؤمن ساکته برو نزدیکش، اذا رأیت المؤمن صامتا فادنوا منه فانه یلقی الحکمه. مؤمن حکمت القا میکنه اگه چیزی بگه، این خیلی مهمه. و یک روایت اینجا از نبی مکرم اسلام حضرت میفرماید که در حدیث معراج آمده بله. خداوند کریم خطاب میکند به نبی مکرم اسلام، یا احمد اللهم صل على محمد و آل محمد، ان في الجنه قصرا من لؤلؤه فوق لؤلؤه، در بهشت قصری که از لؤلؤ ساخته شده، و دره فوق دره، از لؤلؤ و در که اونجا جای خواصه. من سریع عرض کنم ظاهرا وقت ما کم مونده. خداوند کریم میفرماید انظروا الیهم كل يوم 70 مره، در روز 70 بار من به اهل این قصر نگاه میکنم، و اکلمهم، با اینها حرف میزنم، کل ما نظرت الیهم ازید فی ملکهم 70 ضعفا، وقتی که به اینها نگاه بکنم هر روز 70 بار نگاه میکنم، خداوند کریم میفرماید هر بار نگاه میکنم 70 برابر به این مقام اینها یا به اون نعمتی که هست میافزاید. بعد و اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام والشراب تلذذوا بكلام وذكر، هر مقداری که وقتی که اهل بهشت لذت میبرن، مشغول لذت بردن از نعمت های بهشتیه، اینها مشغول لذت بردن از گفتگو و از سخن گفتن با منه و ذکر منه و حدیث منه. قال یا رب، نبی مکرم اسلام میپرسه خدایا ما علامات اولائک، علامات اینها چیه؟ قال هم فی الدنیا مسجونون، اینها در دنیا زندانی ها هستن. بعد ادامه میدهد خداوند کریم به نبی مکرم اسلام میفرماید یعنی شیخو بیدم قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام و بطونهم من فضول الطعام. الله، اینها کسانی هستند که زبانشان را از حرفای اضافی و شکمشان را از پرخوری، به تعبیر دیگر از پرخوری و پرگویی خودشان حفظ میکنند. و این آفته و ما در روایات متعدد داریم که به هر میزانی که انسان زیاد حرف بزنه، به هر میزانی که انسان زیاد حرفایی بدون حساب بزنه، به همان میزان زبان حکمت وسته میشه. این قلب انسان، درک و فهم انسان ضعیف میشه از اینکه بتانه معارف الهی رو و حکمتهای الهی رو درک کنه. لذا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که اگر مؤمن ساکت بود برین نزدیک مؤمن،
فدنو منه نزدیک برین فانه یلقی الحکمه، حرف نمیزنه، اگه حرف بزنه حکمت میگه، چیزی به تعبیر دیگر میگوید که درد انسان رو درمان کنه، بر معرفت انسان بیفزاید. ولی زاست که حضرت امیر اینجا میفرماید که وجعل لسانی به ذکر کلهجا، خدایا زبانم فقط مشغول خودت کن، مشغول ذکر خودت، مبادا زبان من یاوگویی کنه. این حضرت به ما یاد میده رویش گفتگو با خدا را، رویش دعا را، و ما رو متوجه میسازه که کنترل زبانت رو داشته باش. و این توجه داشته باشید، نعمت سکوت بسیار سخته. این تمرین کنیم واقعا ببینیم، تجربه کنیم، سکوت خیلی سخته، خیلی سخته سکوت که انسان بتونه واقعا چی ساکت شد. و از خدا بخواهیم که به ما توفیق سکوت عنایت کنه و به ما این لطف بکنه که ما بتانیم مهار زبانمون رو بگیریم جز در ضروریات. میگه که جناب استاد، جان است که جهان است و زبان دشمن جان است، گر جان به کار آید و نگهدار زبانه. بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد، لطف کردین از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، و همینطور تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که حوصله مندی به خرج دادین و بیننده برنامه زیبایی به وقت بیداری بود. استفاده کردیم از محضر جناب استاد بزرگوار. خدا اند انشاءالله بهشان هم طول عمری با برکت و توفیقات مزیدی عنایت فرماید. به حق مولای من امیر المؤمنین علی علیه السلام، و همیشه تلاش بکنیم دست به دامنی وسیله هایی باشیم که خداوند فضل و رحمتش را شامل حال ما توسط این بزرگوارا کرده و اینها رو معرفی کردن. بدون شک کسانی که همطور جناب استاد هم فرمودن که کسانی که در کنار این خاندان بودن، ببینید چه سعادتمندی نصیبشان شده، ابوذر و سلمان و در دنیا چنین بودن، حالا آخرتش که دیگه بدون شک معلوم هست. و همیشه از ذکر خداوند و یاد خداوند انشاءالله غافل نشویم. بینندگان عزیز، متاسفانه وقت برنامه یک مقدار کم هست و برنامه ما امشب همینجا به پایان میرسد. شما رو به خداوند یکتا میسپاریم تا یک برنامه دیگر انشاءالله نایب زیار شما خواهیم بود در زیارت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. انشاءالله شما رو به خداوند میسپاریم، خداوند یار مددگار شما باشه.